سلام سلام سلام، احوال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خدا رو شکر. مسعود هستم، همچنان از کانال ماچ تیوی در خدمتتونم. امروز با یه آنباکسینگ خوشگل در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض میکنم آنباکسینگ چیه. یه چیزی خریدم خیلی متفاوت نسبت به آنباکسینگ هایی که در دنیای مجازی شما میبینین. اگر که تا حالا حد زدین، آدم های باهوشی هستین، حتما به عکس روی کارتون نگاه کردین. اگر که حد نزدین، حتما آدم های کنجکاوی هستین. صبر کردین تا من بهتون بگم چی تو اینه. قبل از اینکه بریم اصل ویدیو رو شروع کنیم، بهتون بگم که اگر کارامون رو دوست دارید یه لایک مهمونمون کنید، که ما شدیداً محتاج لایکیم. ببینید، لایک که میکنید کارا بیشتر دیده میشه. دمتون گرم که این کار رو انجام میدید. سابسکرایب کنید اگر تا حالا نکردین، کامنت که بذارین به تمام کامنتاتون جواب میدم. بریم سراغ اصل ویدیو. همونجور که خدمتون عرض کردم، امروز آنباکسینگ داریم. یه آنباکسینگ بسیار بسیار برای من جالبه، به خاطر اینکه میدونید همیشه از بذارید فیلمش هم براتون بذارم، از این نوع زیر تلویزیونی بدم میومده و از نوعهای دیگرش هم خوشم نمیمده، و اینکه دوست داشتم تلویزیون روی دیوار باشه. بعد وقتی میزنی روی دیوار، مشکل اینه که دیگه دکورات زیاد نمیتونی تغییر بدی، مانور زیادی نمیتونی بدی. اگه زدیش روی این دیوار، روی اینجا میمونه مبل روبرو و تمام. بعد از اونجا که من دوست دارم مرتب جای چیزها رو عوض بکنم، نمیتونم بزنمش روی دیوار. به خاطر همین خیلی گشتم تا یه زیر تلویزیونی مناسبی پیدا کردم که شرایطش مثل شرایط زدن روی دیوار باشه و اینکه بتونم هر دفعه هم جاش عوض بکنم. خیلی هیجان دارم این کارتون رو بازش کنیم. بریم با همینو سنبلش کنیم، ببینیم چه شکلی میشه. بریم. اینو از یه سایت سفارش دادم از تو اینترنت که نمیشناختم سایت رو، به خاطر اینکه این چیزی که من میخواستم و فقط این سایت داشت، یعنی انواع و اقسام زیر تلویزیونی های بسیار بسیار زیبا و متفاوت داشت که شما هیچ جای دیگه پیدا نمی کنین. حالا اگر دوست داشتین اسم سایت هم براتون می نویسم. مثلا نه برای من مهمه، نه چیزه که چی میگن، چی پول میگیرن تبلیغ میکنن. من فقط به خاطر اینکه خیلی کارش باحاله براتون اسمشو می نویسم که ببینید. اگر دوست داشتین یه کسی مثلا این ویدیو رو دید، دوست داشت یه همچین زیر تلویزیونی داشته باشه، بتونه بره از این سایت بخره. آقا بعدیش این بود، این پست ساعت 8 صبح زنگ در خونه رو زده، من از خواب بیدار کرده. یعنی من تا حالا نیده بودم بستر رو ساعت 8 صبح بیارن تحویل بدن. نامرم 8 نمیدن، چی برسه به بسته. خب اینجوریه. من نمای اینو عوض بکنم که از پایین بگیریم ببینیم، چون باید بیاد ساعتش پایین. خب قبل از اینکه من اینا درش بیارم زیر تلویزیونی رو شروع کنم به بستنش، میخواستم بهتون بگم که این زیر تلویزیونی طراحی شده برای تلویزیون هایی که از 40-42 اینچ هستن تا 75 اینچ، و روش نوشته که تا 60 کیلو رو میتونه روی خودش تحمل بکنه. یعنی باید به این موضوع دقت بکنیم، چون ممکنه یه مرتبه تلویزیون رو بذاریم و این چپه بشه، چون که این شکلیه. ببینیم، چون که این شکلیه نمیتونی هر وزنی رو دلت خواست روش سوار بکنی.
بعد اسم سایتش هم همینه، همینه که روش نوشته دیگه، یعنی احتیاج نیست دیگه دنبالش بگردین. اینه. و اینکه من یه چیز دیگه هم گرفتم که به این وصل میشه. تلویزیون من 75 اینچه و 50 کیلو وزنشه، این تا 60 کیلو رو میتونه تحمل بکنه و من میخوام که این ساند بار، همین سیستم صوتی سونوس که فیلم آنباکسینگ اینم گذاشتم، این هیولای سینمای خانگیه، یعنی الان من حدود یک سال خورده، یه تقریبا دو سال اینو دارمش. تو دو سال میدونی تکنولوژی چجوری میره جلو، روی دست این هنوز نیومده. برین اگه دوست داشتین ویدیوشو ببینین، براتون لینکشو میذارم. فوق‌العاده است، یعنی وقتی فیلم میبینی مو به تنت سیخ میشه با این سیستم صوتی، قشنگ روی سلولات تأثیر میذاره. حالا چرا دارم اینو میگم؟ میخوام اینم وصل کنم به این. رفتم قبل از که زیر تلویزیونی بگیرم تحقیق کردم، یه وسیله هست که به پشت این زیر تلویزیونی و تلویزیون وصل میشه، اینو زیر تلویزیون نگه میداره، یعنی ساوند باکس زیرش. حالا درستش میکنم، نشونتون میدم نتیجه نهاییش چیه که منظورم متوجه بشین. برای اونم یه وسیله جداگونه سفارش دادم، اونم اومده، الان میارم بازش میکنم نشونتون میدم. خب اون وسیله هم اینه که الان دارین میبینین. این وسیله میاد میخوره زیر تلویزیون، یعنی دوتا نگه دارنده داره که میخوره پشت اون ساند باکس، بعدش هم از پشت وصل میشه به همین زیر تلویزیونیه. الان بازش میکنم و بعدش هم وقتی نصبش کردم نشونتون میدم که جریان این نگه دارنده چیه. فقط ببینم از کجا باز میشه. خیلی سنگینه، همینی که الان تو دست منه. و من اونو وزنشو در آوردم، وزن ساند باکس تقریبا که بهش میگن ساند بار 5 کیلو و 600 گرمه، اینم فکر کنم 2 کیلو، یعنی دقیقا من 60 کیلو رو قراره از این زیر تلویزیونیه استفاده بکنم. خب این چیزای این شکلیه دیگه، نشون دادن نداره، یه سری میل است و این چیزا، فقط تو کارشو بعدم براتون نشون میدم. و این هم زیر تلویزیونی که الان قرار این شکلی بشه در انتها. حالا من یکی یکی چیزایی که توشه رو در بیارم. خوب پارشون نکنم. ببینم یه موقع مشکلی چیزی نداشته باشه بعدن اینا رو خراب بکنم، چون یکی از تفریحات من خراب کردن ایناست. ببینیم، بعضی موقع وسایل میاد ظرف خوردگی داره، بعد اینا خراب بکنم تو پس دادنش بسیار بسیار سخته. خب این که درش بسته است. رفتیم و اومدیم این ویدیو قطع شد، حدود دو روز داره میگذره، چون که من باید یکی رو پیدا میکردم که بتونه کمک من بکنه این قول بی سر پا رو بذاریمش اون بالا.
75 اینچه دیگه نمیتونم تنهایی بلندش کنم، یعنی بلندش میشه بکنی ولی خب چون پشتش رو نمیبینی باید اونا اینجوری قلاب بشه داخل اون جریان و اینا، به خاطر این به یه نفر احتیاج داشتم. به اضافه این که اول بگین چطور شده؟ خوبه؟ خدا وکیلی چطوره؟ خوبه؟ ببینید، ببخشید سرما هم خوردم. ببینید هر جا بخواید میتونید اینو هولش بدین، حجم کم داره، چیزای مورد نیازتو میذاری روش. بعد علاوه بر اون من ساندبار یا همون سیستم صوتی که دارم و تونستم اینجا، البته یه وسیله اضافه بهتون گفتم برای سفارش داده بودم، از پشت وصله به این، اصلا تا نگم معلوم نیست که این به اینجا وصله، فکر میکنید این ما رو خودشه. خیلی باحاله، اینجوری هم رو به این طرف و رو به این طرف و همینطور رو به بالا و پایین که من سفتش کردم بالا و پایین نشه، قابل تغییر هستش. به اضافه این که هر وقت دلت خواست میتونی جاشو عوض بکنی دیگه، اینجوری اینو 4 دونه پایه داره، اینجوری به هر طرف خواستی راحت و به تنهایی میتونی اینو هل بدی. به نظر من خیلی باحاله. اگه کسی از این چیزای قدیمی خسته شده، زیر تلویزیونی های قدیمی خسته شده، بره از اینا بگیره. قیمتش حدود 250 یورو، نمیدونم 290 یورو، فکر کنم 290 یورو بود و به من که خیلی حال داد. اونای دیگه هم ارزون نیستا، یعنی که اون قدیمی هم ارزون نیست، قدیمی هم همچین رو همین قلوهش و بعض موقع گرونتر هم هست، ولی اینا خیلی خوبه. حتی تو سکنج دیوار هم که اگه بخوای اینو میتونی هولش بدی، اونجا قرارش بدی. من یواش یواش از کادر دارم خارج میشم. به هر حال امیدوارم که از این دیزاین من خوشتون اومده باشه و اگه کارا رو دوست داشتین حتما حتما کارا رو لایک بکنید، کامنت بذارید، من به کامنتاتون جواب میدم. اگه سابسکرایب نفرمودید بفرمایید و اینو یادتون نره که محسود شما رو خیلی دوست داره. موه.